یک روز پس از حمله بر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی در کابل، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه به دیدار گلبدین حکمتیار رفته است. وزارت امور خارجه میگوید آقای متقی در این دیدار با نکاهش این رویداد به او اطمینان داده که حکومت در زمینه امنیت جلوگیری از رویدادهای مشابه و بازداشت و مجازات عاملان آن اقدامهای بیشتر را انجام خواهد داد. همزمان با این گروه داعش مسئولیت حمله بر سفارت پاکستان در کابل را بر عهده گرفته است. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان هم تایید کرده که داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، اما اسلام آباد به همکاری امارت اسلامی صحت این گزارش را بررسی می کند. بشیر احمد شیرزاد با جزئیات بیشتر. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه به دیدار گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی رفته است. وزارت امور خارجه خبر داده که آقای متقی روز گذشته پس از حمله دو روز پیش بر گلبدین حکمتیار که سبب کشته شدن دو نگهبان آقای حکمتیار شد برای تسلیت نزد او رفته است. آقای متقی در دیدار با آقای حکمتیار حمله بر او را به شدت نکوهش کرده و اطمینان داده که حکومت در زمینه امنیت، جلوگیری از رویدادهای مشابه و بازداشت و مجازات عاملان این حمله اقدامهای بیشتری را انجام خواهد داد. عصر روز گذشته امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه با شخصیت جهادی گلبدین حکمتیار در محل سکونتش دیدار کرد. آقای متقی پس از نکوهش حمله و تسلیت و فاتحه دو نگهبان آقای حکمتیار و او اطمینان داد که حکومت در زمینه امنیت، جلوگیری از رویدادهای مشابه و بازداشت و مجازات عاملان آن اقدامهای بیشتر را انجام خواهد داد. دو روز پیش مهاجمان مسلح بر دفتر گلبدین حکمتیار در دالمان کابل حمله کردند که سبب کشته شدن دو نگهبان آقای حکمتیار شدند. دلتا بعض معاملی شوی دی پدوها که در امریکا سره دا چې زده که با دچا لاسی زهم کتلا ستو پتولا که فکر رو که تاسو گوله چه ده هنار اتک کابل تا دو پل پسی دارس دو چاودنه و اغام پا انجینیر گلبدین حکمتیار یعنی انجینیر گلبدین حکمتیار اس معمولی سره نده چه تاسو فکر که دای وادی سره تا یو دیر آغا انسان ده چه واقعا پا دغی حال پا مبارزو که تقریبا 50 کاله لوبیدله ده په سیاست کی. با این حال شاخه خراسان داعش در تویت مسئولیت حمله بر سفارت پاکستان در کابل را که ساعت پس از حمله بر آقای حکمتیار انجام شد بر عهده گرفته است. حمله بر سفارت پاکستان در کابل در حقیقت یک هدف بزرگ سیاسی داره و او ایست که باید پاکستان نسبت به رابط خود با طالبان تجدید نظر کنه و یا تغییر بیاره، یعنی رابطه که حالا بین دو طرف وجود داره در حقیقت هدف عملی بود که رابطه خراب کنه. این در حال است که وزارت خارجه پاکستان و نماینده ویژه این کشور برای افغانستان گرفتن مسئولیت حمله بر سفارت این کشور در کابل از سوی داعش را تایید کرده، اما گفته که صحت این گزارش را همراه با مقام‌های امارت اسلامی بررسی می‌کنند.